گزارش‌های تحلیلی، گوناگونی افکار، قهرمان‌ها و شهرکارشناسان، اطلاع واقعی و معتمد در برنامه‌ای در مرکز توجه. سلام علیکم، فرزانه عبدالقیس هستم با شما. برنامه مذکور بود از گرین استوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. دوامی چند دقیقه‌ای که در اختیار داریم درباره مهمترین مسئله روز صحبت خواهیم کرد. تعداد جنگجویان توجیک در قطور دولتی به نام اسلامی به 700 نفر رسیده است. این امور در رفت کنفرانس در موضوع افرادگروی جوانان، سببها و روحوی پیشگیری آن که با تشبوسی اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا در شهر دوشنبه برگزار گشت، افشا کردند. کارشناسان از افزایش شهروندان توجیکستان در صف گروه ها و حرکت های رادیکالی اظهار نگرانی دارند. مهرنگیز تورسونزاده را با تفصیلات بیشتر این موضوع میشنویم. امروز 700 تن جهادی به امنیت ملی تاجیکستان خطر ایجاد میکند. با گفته نماینده ریاست دوشنبهگی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری بهرالدین محمدوف، در عملیات های جنگی سوریه و عراق 300 تن تاجیکستانی به هلاکت رسیده اند. تبلیغگرها اکثرا از سطح پستی آگاهی مردم استفاده میبرند. برای رسیدن به مقصدهای ناپاک خود در مد اول از نیروی جوانان محلی استفاده میبرند، زیرا آنها از لحاظ روحی روانی هنوز تشکل نیافتند و افکار سیاسی اجتماعی آنها در مرحله انکشاف قرار دارد. زندگی تجربه ناکفایت داشته زود باور هستند. سخنبازی ها در اطراف مفهوم ها با نامی رعایت دموکراسی، تامین حقوق انسان، آزادی بیان کوشش میکنند حس ناباوری شهروندان را نسبت به ساخت کنستانی و دولتداری ملی بیدار سازند. سطح پست معلومات دنیاوی و حقوقی، مشکلات در تربیه اویلوی، افزایش مهاجرت مهنتی و پست شدن سطح زندگی در تاجیکستان سبب ظهور افرادگرایی میان جوانان گشته است. بشیرخان ابراهیموف، رهبر اداره پیشگیری خونشکنی میان جوانان و نارسانی شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه، اظهار داشت که از 700 تن اشتراک داری عملیات های جنگی در عراق و سوریه 100 نفر ساکن شهر دوشنبه اند. از حساب 100 نفر شماره 53 نفر را جوانان تشکیل میدهد. اینچنین در این زد و خورد ها 8 نفر ساکنان شهر دوشنبه و هلاکت رسیده است. وابسته به پیشگیری نمودن سطح جنایتکاری، حقوق ویران کنی و شامل نگردیدن جوانان و نوسان، وزارت کارهای داخلی کوشش و خرج میدهد که در آینده پیش روی جنایت و جنایتکاری از طرف دنبالگان و جوانان گرفته شود. بایدوی دولت جان سویف، امام خطیب یکی از مسجدهای شهر دوشنبه، تعریف مفهوم اسلام سبب اساسی رو آوردن آدمان به گروه های افراطی می باشد. در تاجیکستان تنها یک دانشکده اسلامی فعالیت دارد و در مکاتب تنها برای طالب علمان صنف نهم فن تاریخ دین گذرانیده می شود که این برای گرفتن معلومات پرآوید به دین خیلی کم است. و همین جوان ها گفتنی است موقعی باید که سطح سواد دینی خود را مثلا مکمل کنند. امروز ما یک استودیو که یک دانشگاه اسلامی به نام امام اعظم داریم، این احتیاج شاید که مردم مسلمان را احتیاج نمی برارد. یک دانشگاه مثلا شاید می شود درمی که گروه های تعلیمی مذهبی چی در نزد مسجدها چی در نزد همون نفرایی که مثلا واقعا اونها را مردم میشناسن احترام میکنن یا که از سطح لیسنس یا که چی حکومت گذاشتن همین ها تشکیل کرده شود و سطح جوانان مثلا دینی شو چیکار کنن بالا بردارن تا که به همون گروه هایی که مثلا از خارج میآیند و اونها استادگری کرده توانند. اسلام دینی صلح و عقد نگاریست میگوید پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان رانا باباجانوا. نیروی سیاسی اسلامی با استفاده دین علال خصوص با شرح و تفسیر نادرست آیات و حدیث ها ظهور یافته است. امروز متاسفانه اسلام را برای تشویق حرکت های تندگرا استفاده می برند. در زمان شوروی دروژینیک ها بودند، یعنی اونهایی که ولانتیور امروز نمبر می دونیم و اونها همکاری رو با ناظران منطقوی باید سخت کنند و تجربه خوب انگون می کنند که روس هایی که بسیار حساس بود برای تاجیکستان ماه سپتامبر همین چیز اثبات کرد. یعنی وقتی که مردم و شعبه کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی اعتماد دارد، باور می کند و همکاری رو جانب می کند، این شکل کاربری جواد برای اون که پیش روح افرادگرایی گرفته شد. اینترنت امروز محک اساسی پنکونی ایده های مختلف گشته است، از جمله اکستریمیسم هم. محمدی عبدالله نماینده فوند جمعیتی تشبث شهروندی سیاست اینترنت میگوید که روی اساسی جلب جوانان به حرکت های افراطی تورنامه های اینترنتی محسوب میگردد. ما باید برنامه های کامپیوتری را طرحریزی کنیم که نشر مواد های گروه های افراطی را بلوک کرده تواند، پیشنهاد دارد محمدی عبدالله. با توسط مواد باید که مواد اونها را قفوز زمانیم. ما خیلی مواد تربیتی نداریم. تنها در تویتر بیش از 900 اکانت دارد. اگر یک جمله ای نویسند در یک روز 900 جمله.
و این وقت ندارد. یعنی که اگر ما امروز حاضر یک ساعتی معین در جمعشده صحبت کنیم، سخنی که وی می‌نویسند وقت ندارد. هر وقتی خواست در آمده می‌بینم و حتما می‌بینم. برای چی ما کاری نکنیم که رو به تکنولوژی ها بیاریم؟ اون تمام یکان درسی بهترین در اینترنت پهن نکرده. مرتبه چه این درس را استفاده برم. گروه های افراطی زیدی تحمل پذیری، آزادی های دینی، فرهنگ، رشد تکنیکا و تکنولوژی برآمد می کنند. اندیشه دارد رهبری مرکزی تحلیلی سیپه سید احمد قلندرف. از جمله آزادی زن و اعتراف زن در جامعه می باشد. بایده های کارشناس دولتی به نام اسلامی زیر حمایه عقاید اسلامی مقصدهای سیاسی خود را پیش میبرد. مگر در افغانستان، در مرز افغانستان در طول 1000 سال اسلام و مسلمانی نبود؟ کسی به همون بت‌های بامیان که در شکل طبیعی در دیواره کوه تراشده شده بود کسی نرسید؟ و این طالبان اولین خشونت‌ها را نه تنها به جامعه بلکه به تاریخ مردم کردند. متاسفانه این چیز الیمنت هاش در مرز ما هم پیدا شد و جوان های ما امروز در همون جه هستند. اونها بدبخت هستند، کشته شدند. هیچ گاه سری پدر و مادر اونها فرزندانشون در اینجا دیگر بلند نمیشند. جامعه این قاتل و خرابگرگار هیچ وقت به نیکی یاد نمیکند، نمیشناسند. برای پیشگیری جلب جوانان به عضویت به گروه‌ها و حرکت‌های افراطی کارشناسان تاجیک توصیه می‌دهند که باید در کشور کورس‌های آموزشی و تکمیل اختصاص برای جوانان راه اندازی شود. اینچنین جوانان را موافق بازار مهنت با جای کار تامین باید کرد و آنهایی را که در خارج از تحصیل علمی گیرند شدیداً زیر نظارت باید گرفت و در عموم طلب جوانان امروزه را باید پورا آموخت. مهرنگ سرسونزاده، دوشنبه. سامیانی گرامی، این بود آن همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گیری اینستیتوت نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده بود. با شما بودم من، فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و یا www.kabar.asia و همچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوام در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.